أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفداء با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند با توفیق و سعادت و سلامتی برای یکایک شما عزیزان آخرین فصل کتاب نهایه رو در خدمت شما در این جلسه تقدیم میکنیم با عنوان دوام فیض خب در این فصل بحث می شود که وقتی خداوند متعال به عنوان مبدع عالم و علت این عالم مطرح هست از آنجایی جایی که علیت خداوند متعال تام و به هیچ امر دیگری به اصلاح وابسته نیست و ارتباط نداره و از این طریق می توان این دوام فیض رو برای این عالم در نظر گرفت که خداوند متعال همون گونه که در ابتدای آفرینش این عالم بر اساس اون جود و فیض خودش این عالم را آفرید همون فائلیت و همون علیت و همون مبدعیت برای خداوند متعال همیشگی هست و همیشه هم این فیض خداوند متعال به این عالم میرسد و هیچگاه رحمت الهی، عطایای الهی، تفضلات الهی از این عالم قطع نمی شود خب این یک اصلی هست که از مباحث گذشته به دست می آید و کاملا روشن می شود که خداوند متعال در واقع همون گونه که مبدع فیض بود در ابتدای وجود این عالم را به وجود آورد همون مسئله در ادامه هم کاملا وجود داره و هیچ مانعی هم برای که جلوی اون رو بگیرد وجود نداره خب این هم یکی از مباحثی هست که در اینجا مطرح هست حالا از این دوام فیز بیان میکند که این به معنای این نیست که در واقع عالم طبیعت حتما دوام داشته باشد و به دلیل اینکه عالم طبیعت میتونه تغییرات بپذیرد همون گونه که در ابتدا نبود بعد به وجود آمد همون گونه که حادث هست همون گونه می تواند از بین برود و در نتیجه نمی شود از دوام فیض الهی این دوام و ازلی بودن این عالم در واقع طبیعت را هم نتیجه گرفت در مقابل این دیدگاه خب دیدگاه مطرح هست که اونها معتقدند که می شود همین عالم ماده رو هم برایشون یک نوع تداومی در نظر گرفت که بگیم این عالم ماده و عالم طبیعت هم همچنان ادامه پیدا می کند منتها به ادوار و اکوار مختلف یعنی دوره های مختلف رو می پذیرد. این دوره از عالم طبیعت تمام میشه و دوره بعد شروع می شود دوباره به این میگن ادوار یعنی این دوره ها همچنان در حال چرخش میآید و تمام میشه و دوره بعد شروع میشود اکوار هم وقتی میگن اکوار هم به این معنا هست که دوره جدید هم وقتی شروع میشود دقیقا مطابق همان دوره قبل این نظام ادامه پیدا میکند و عالم طبیعت بر اساس همون چینیش و همون نظمی دور قبل ادامه پیدا میکند و در نتیجه این ادوار و اکوار همچنان این در حال تداوم هست و فیض الهی هم وقتی تداوم داره این تداوم در قالب همین ادوار و اکوار تحقق پیدا میکند و لذاست که این دیدگاه معتقدن که ولی این عالم طبیعت رو میشه برایشون هیچ پایانی رو در نظر نگیریفت و به این شکل دوام و استمرار اون رو مطرح کرد حالا جزیاتی برای این ادوار و اکوار وجود دارد که در توضیح عرض خواهد شد اما مرحوم علامه این حرف رو نمیپذیرد و میفرماید که ما دلیل نداریم بر این که حتما این در واقع عالم طبیعت به این شکل دوره های مختلفی رو به طی بکند و بعد هر دوره هم به همون قسم دوره قبل برنامهاش ادامه پیدا بکند اما در مقابل این حرف خب یک دیدگاه دیگری یا نظریه دیگری را هم بیان میکند که این نظریه وقتی بیان میکنند که در واقع میخواد به یک شکلی همین اکوار و ادوار رو مطرح بکنند اونها میگن که وقتی ما به وجود افلاک و جرم های عالم بالا نگاه می کنیم می بینیم که خودی اشخاص و افراد این افلاک و اجرام سماوی و عالم بالا اینها اشخاصشون و حتی افرادشون میتونه دوام داشته باشد اما در عالم ماده و عالم طبیعت وقتی نگاه میکنیم اینجا نمیتونیم به عنوان افراد نگاه بکنیم بلکه همون کلیات و عناصر اصلی عالم طبیعت و عالم ماده رو وقتی مورد دقت قرار میدیم میبینیم که اینها میتونه دوام داشته باشد چرا به دلیل اینکه وقتی به علت اینها نگاه میکنیم خب علت اینها علت مادی هست علت غیر مادی هستند و علت اونها وقت تغییر نمیپذیرند به همون ترتیبی که در روز اول این افلاک و اجرام عالم بالا را آفریده خب هنوز هم همون حالت در اونها در اون علت وجود داره و میتونه همین گونه این افلاک و اجرام رو در واقع بیافریند و اینا رو توان ببخشد و در مورد عناصر عالم و انواع اصیل مادی هم اگر نگاه بکنیم باز هم به همین ترتیب میتونیم بگیم اون علت ها همچنان موجودن و اون علت ها باعث میشود که در واقع همون حالت قبلی ادامه پیدا بکند و اگر این عالم طبیعت و عالم ماده برایش نقطه پایان هم در نظر گرفته بشود به شکل جدید باز هم به همون حالت اولی خودش اینا آفریده بشوند و این دوره ها و کورها هم کاملا تداوم بیابد این نظریه که میخواد برای اثبات این که چرا برای عالم طبیعت ما این دوره های مختلف رو و همچنین اکوار مختلف رو در نظر نگیریم با توجه به اینکه از علتشون کاملا این کار ساخته هست و مانع هم وجود ندارد که اینها تحقق پیدا بکنند مرحوم علامه در نقد این دلیل بیان می کند که درست است که ما به علت اونها وقت نگاه میکنیم. کنیم می علتشون علت تامه است یعنی اونها به چیزی دیگه نیاز ندارند در این بخش علیت خودشون اما این که ما بیاییم بگیم حتما هر نوع کاری را که در یک دوره انجام شده دقیقا همون تکرار بشود دوره بعد هم آفریده بشود و دوباره اون دوره های بعدی هم به همون شکل دوره های قبلی نا تداوم پیدا بکنند میگه ما این حرف رو نمیپذیریم چرا؟ به دلیل این که چه بسا شرایط و معداتی وجود داشته باشد که این شرایط و معدات در یک دوره فراهم هست خب اینا تحقق پیدا میکنند شکل میگیرند و کارشون انجام میشوند اما در دوره های بعد ممکن است این شرایط و معدات فراهم نباشه حالا ولی اون علیت علیت تامه باشد وقتی اون ش... در واقع اون شرایط نیست و در واقع اون معداتی که خیلی هایش رو ما نمیدانیم اصلا که چی چیزای تاثیرگذار بودن خب این رو نمیشود گفت که پس همیشه همون دوره ها تکرار میشه و همون نظام در واقع باز هم به صورت قبلی خودش ادامه پیدا میکند. این نکته ای که بیان میکنه که چه بسا ما خبر نباشیم و لذاست که نمیتوانیم به صورت قاطع بگیم که حتما این دوره ها و اکبار قابل تکرار هست این اولا و ثانیا بیان میکند که این که ما برای افلاک و اجرام که قابل تغییر نیستن چون علتشون هم تغییر نمیکنن ما خود همون افراد رو دوباره قابل تکرار بدانیم میگه این حرفها ها هم برگرفته شده از اصولی بود که از هیئت و طبیعیات قدیم گرفته شده بود و از آنجایی که اون هیئت و طبیعت طبیعیات قدیمی دیگه کاملا منسوخ شدن نمی نمیشود اون حرف ها را امروز مطرح کرد و در نتیجه نمی شود بر اساس اون حرف ها قائل شد که عالم طبیعت در قالب ادوار و اکوار مختلف ادامه پیدا می کند ما این حرف رو نمی پذیریم حالا در این فصل همین بحث مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت رو خدمت شما بیان می کنیم الفصل رابع والعشرون فی دوام الفیض در این فصل 24 چهارم که آخرین فصل این کتاب هست درباره دوام فیض مباحثی مطرح می شود که این دوام فیض هم از اینجا نشأت می گرد که چون خداوند متعال خالق این عالم هست فاعل این عالم هست علت اصلی این عالم هست و هیچ چیز دیگری هم در علیت او دخالت نداره لذا همون علت فیضی که در ابتدا بود در ادامه هم همون علت همچنان وجود داره و به همین جد میفرماید که این فیض باید دوام داشته باشد قد تبین فی الابحاث السابقه در ضمن مباحث گذشته بیان شد که ان قدرته تعالی مبدئیت مبدعیت طول ایجاد این که وقتی ما بحث قدرت رو مطرح کردیم بحث قوه در وجودی در باره خداوند متعال مطرح شد قوت و قدرت به معنای همون مبدعیت خداوند متعال برای ایجاد بیان شد و گفته شد که قدرت صفت ذاتی خداوند متعال یعنی اون مبدع ایجاد هست و علیت خداوند متعال برای ما سوایش بحث شد و هی عین ذات متعالیه و گفته شد که این قدرت که مبدعیت خداوند متعال برای ایجاد باشد عین ذات خداوند متعال هست خب حالا این قدرت که عین ذات هست و در خداوند متعال ثابت هست این قدرت که مبدع ایجاد هست این مبدعیت برای یک بار که نیست که مبدع ایجاد باشد و تمام بشه نه برای همیشه این هست و لازم و ذالک دوام الفیض لازمه این حرف این است که این فیض هم همچنان دوام داشته باشد و استمرار و رحمه و رحمت الهی استمرار پیدا بکند و عدم و انقطاع عطیه و عطایای الهی هم منقطع نشود همچنان هم عطیه الهی هم رحمت الهی و هم فیض الهی شامل مخلوقات و ممکنات بشود خب حالا میگه این حرفی که شما میزنید که خداونده که اون مبدعیتی برای ایجاد رو برای همیشه دارد و از این نتیجه میگیرید که پس اون فیض و رحمت و عطیه الهی همیشگی هست آیا این حرف به معنای این است که این عالم طبیعت هم همیشه هست میگه نه ما اون چرا که ثابت میکنیم این است که اون فیض و رحمت و عطایای الهی دوام داره اما از این نتیجه گرفته نمی شود و لایلزم من دوام عالم طبیعت که بگیم عالم طبیعت دوام دار هست لان المجموع لیس شیئا ورا الاعضا چرا ما در مورد عالم طبیعت این حرف رو نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه مجموع عالم طبیعت هم که چیزی غیر از اون اجزای عالم طبیعت نیست و به اجزای عالم طبیعت وقتی نگاه میکنیم کاملا متوجه میشویم که هر جزی از عالم طبیعت خب کاملا گفتیم که در واقع حادث بود حادث زمانی بود قبلش عدم بود بعدا این به وجود آمد و خود این عالم هم وقتی همچه حالت رو پیدا بکند این هم همین حالت رو داره همین ویژگی رو پیدا میکند و کل جز این حادث مسبوقون بالعدم هر جز از این عالم طبیعت رو وقتی بحث کردیم گفتیم که اینا مسبوق به عدم هست یعنی هر فعلیتی از این عالم طبیعت مسبوق به قوه هست ولا لا تکرر رفی وجود العالم و از طرف دیگر وقتی نمیتوانیم برای وجود این عالم هم تکرار را در نظر بگیریم حالا چه بسا کسی بگه خیلی خوب شما تا با این بیانی که میکنید اینه میگه هر جز این عالم وقتی مسبوق به عدم هست خب حتما آخرش هم به عدم ختم میشود خب این جزء عالمی طبیعت هست بعد این عالمی طبیعت کلش هم به همین ترتیب میگه قبلش هم عدم بوده بعدش هم عدم میشه خب میگیم چه اشکال داره که ما دوام عالم طبیعت رو به شکل دیگر بیان بکنیم به چه شکل به شکل تکرار شدنش بگیم یه دوره از عالم طبیعت که بعد از عدم به وجود میآید یه مدتی میگذرد دوباره این به عدم میرسه حالا بعد دوره بعد شروع می شود میگه تکرر در وجود عالم هم نمیتونیم داشته باشی خب به خاطر چی الا ما یراح القائلون بالادوار والاکوار که بر اساس اون چیزی که قائلین به ادوار و اکوار معتقدن ما بیاییم همین حرف رو حرف اونا رو انجام بزنیم بگیم که دوره های مختلف برای این عالم وجود داره و بعد بگیم که کاره های مختلف هم برای این عالم وجود داره خب این رو نمی شود بیان کرد که بر اساس اون بیاییم دوام عالم طبیعت رو نتیجه بگیریم خب حالا در این بحث باید توجه داشته باشیم که این دور و کار خب یک امری هست که میشه دوره های مختلف رو بخششون رو بپذیریم و بخششون رو هم مورد نقد قرار بدیم مثلا یک مرتبه است که این دوری که برای عالم طبیعت انسان در نظر میگیرد خب دوری است که مثل یک حرکت شبانه روز هست. دوری که خورشید مثلا 24 ساعت رو به وجود میاره یا دوره که یک ماه قمر مثلا وقتی یک دوره رو طی میکنه حالا نشانه های از این دوره ها رو هم می با حرکت خورشید با حرکت قمر و محتاب اینها رو فهمید یه دوره دیگری را هم مثلا می شود به صورت فصل های چهارگانه که در طول سال این دوره ها داره شکل می و در واقع تحقق پیدا میکنه بحث دور رو وقتی این کار میکنیم باید فهم منظور مفهوم باشه که این گونه نیست که ما اینا رو مورد این کار قرار بدیم اون چیزی که با پذیرش این دورهای 24 ساعت و یک ماه و سه ماه و فصلی و سال و امثال اینها وقتی ما اینا رو بیان میکنیم با اون کسانی که قائل به ادوار و اکوار هستند چیه که اونها برای مجموع عالم مادی دور را معتقد هستند که میگن این عالم مادی کل عالم مادی در واقع میرن به یک جای ختم میشه یا به همون نقطه میرسد که در ابتدای شروع به اونجا از اونجا شروع شده بود دوباره هست همون نقطه دوباره, دوباره دور بعدی رو آغاز میکنن و در اون دور بعدی هم اون کور بعدی هم به همین شکل به شکلی که دوره قبلی گذشته بود اون رو در واقع ادامه میدهد که حالا درباره این که این دور بالاخره چند سال هست و هر دورش چقدر زمان رو در بر میگیرند دیگه اینجا اختلافاتی هستند که بعضی از اونها میرند به سمت این که این رو در واقع 1036 میگن بعضشون هم میرن تا در واقع 360 هزار سال در نظر میگیرن بعض اون هم که اونم به اعتبار این که چون در آیه شریفه دارد که یودب برول امن السماعی الالعرض ثم یعرج و الیه فی و کان مقداره الف سنه ما تعدون در اینجا درباره یک روزی از یک مقطعی بیان میکنه که در اونجا خب یک روزش برابر هزار سال هست بعد میآین اینها از همین بیان میکنه میگه اگر در واقع این یک روزش هزار سال هست ما بیاییم این رو به سال بخوایم بیان بکنیم به تعداد روز خب ما باید هزار رو در نظر بگیریم که حالا 360 روز هست در سال بگیریم 360 هزار اگر این رو در نظر گرفتیم میتونیم بگیم بله اینجا یک دور شکل گرفته و حالا این دور تمام میشه و دور بعد شروع میشود خوب کسانی بودن این حرفا رو زدن و در واقع مرحوم علامه این رو نمیپذیرد و میگه ما دلیل نداریم که حتما این دور و کار رو به این شکل بپذیریم و ما قیل این الافلاک و الاجرام دائم دائمت الوجود اما اون چیزی که دلیل آورده شده است و گفته شده است که افلاک و اجرام الوی اینها دائمت الوجوده یعنی خودی وجود اینها دوام داره به اشخاصی ها یعنی خود شخصش و خود فردی از این فلک ها و جیرم ها اینا دوام داره و وجود دائمی دارن و کذالک کلیات الاناسر و الانواع المادیه اما در امور مادی وقتی میرسد میگه فقط اون کلیات عناصرش و انواع اصیلشون اینها میتونه دائمی باشد دائمت الوجود باشد خب به چه اعتبار نظرن الا ان الالها مفارقه بخاطر اینکه علت اینها علت های مفارق این غیر مادی هست ابیتن عن تغییر و اینها ابای از تغییر داره در نتیجه وقتی علت فلک فلک افلاک رو در نظر میگیریم علت اجرام الوی رو در نظر میگیریم یا اون علت مجرد همین انواع اصیل رو در نظر میگیریم چون اونها در واقع تغییر نمیپذیرن همون گونه که در روز اول باعث وجود اینها شده است در دوام هم همین گونه اونا علیت خودشون رو همچنان داره و در نتیجه می شود اینا رو بگیم که بل اینا وجود دوام دوامدار دارن و فیض اللهی رو هم بر این اساس بیاییم بیان بکنیم میگه این حرف هم درست نیست یدفعه او عدم و دلیلی ندلالا کون تامتون منحصرتون غیر متوقف فی تاثیر حالا شرایط و معداد میگیم ما این حرف رو نمیپذیریم و دفع میشود به خاطر که دلیل وجود ندارد که دلالت کند که این علل که برای این افلاک و اجرام و انواع اصیل مادی در نظر گرفتید اینا علل تامه باشد و منحصر باشد که دیگه به هیچ چیزی نیاز نداشته باشد غیر متوقف در تاثیر خودش بر شرایط و معدات مجهوله بگیم بر هیچ امور دیگر اینا توقف ندارد نه به شرایطی نه به معدات دیگری که این شرایط و معداتی که مجهول است برای ما که تختلف و معلولات ها به اختلاف ها که بر اساس همون شرایط و معداد معلولاتشون هم اختلاف پیدا میکنن فلا تتشابه الخلقه پس تشابه در خلقت وجود نداشته باشد که فی ادوارها و در این ادوار هم اینو کاملا مثل همون دور قبل این در واقع آفرینش رو بچرخاند و دوام ببخشد میگه این حرف نادرسته چرا؟ چی بسا؟ بگیم همین علتهایی که سبب پیدایش همین افلاک و اجرام الوی شد یا سبب پیدایش همون انواع اصل مادی شد خب در اون دوره علل و شرایط و معداد و همه اینها فراهم بود خب اینا تحقیق پیدا کرد بعد از اتمام این دور معلوم نیست که دقیقا همون شرایط و معداد و امثال اینها فراهم باشد تا دور بعدی هم مثل همون دور قبلی شکل بگیرد میگه این حرف حرفیه که اثبات نمی شود و دلیلی بر اون وجود ندارد الا ان القول بالافلاک و غیر القابلت للتغیر و غیر ذالک علاوه بر این که ما بیاییم بگیم یه فلکیاتی داریم جرم داریم که اینا غیر قابل تغییر هستند و اینا هیچ کدوم از این تغییرات را نمیپذیرن میگه اینها کانت اصول موضوعه اینها از اصول موضوعه که معخوذت من الحیئه و طبیعت القدیمیتین اینا از, از, از حیعت و طبیعت قدیمی گرفته شده بودن از این جد چون اون حیعت و طبیعت قدیم دیگه منسوخ شدن ما نمیتوانیم بر اساس اون بیاییم این حرف را بزنیم بگیم که بله حالا هم این موجودات کاملا دوام دارد و انفسخت فصل فسخت الیام حاضل آرا و چون اون آرا دیگه منفسخ شده و فسخ شده نمی شود بر اساس اونها بیاییم یک دور و کور جدیدی هم برای این عالم در نظر بگیریم خب با این بیان دیگه این کتاب به اتمام میرسه که مرحوم علامه بفرماید این کتاب به حمد الله تعالی در ششم محرم الحرام سال 1000 395 از هجرت نبوی به پایان رسیده و درود و رزوان الهی بر روح مرحوم محفور علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علیه و صلات و علی محمد و آله و این عرایز هم که حقیر در خدمت شما عزیزان داشتیم به به الله به پایان میرسه در شرایطی و در سالی که قرنطینه کرونایی همه جا رو در بر گرفته بود و ما توانستیم به حمد الله با توفیق الهی این مباحث را در یک همچنین شرایطی به پایان برسانیم امیدواریم که با همه کمبودها و کاستی هایی که داشته مباحث ارائه شده تا حدودی مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد از همه شما عزیزان التماس دعا دارم ان شاء الله از خير خیرتون فراموش نکنید و السلام علیکم و الله وبركاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم على محمد وآل محمد